در روسیه باز یک شهروندی تاجیکستان محکوم گردید. رستم امام‌علی ایدی بود پرستی را احیا میکند. در شمال تاجیکستان 45 مساجد از طرف حکومت محلی بسته شد. شهروندی تاجیکستان عبدالرحیم محی‌دینوف را دادستان حربی حوزوی کافکاز شمالی در همکاری نمودن با تروریستان عبدار دانسته به مهلت 10 سال در کلونیای نظامش سخت از آزادی محروم نمود. در این خصوص سنه 24 ینور به خبرنگاران نماینده رسمی دادستان علیانا کتکالو خبر داد. محکمه دلیل های پیشنهاد نموده دادستان را در خصوص شهروندی تاجیکستان عبدالرحیم محی‌دینوف که در شهر راستوف ندانو زندگی بزر می برده است و گویا اولی بهار سال 2017 و می خواسته است به صف دولت اسلامی در قلمرو افغانستان بوده همراه شود تصدیق کرد، ابراز نمود علیانا کتکالو. دادستان حربی حوزوی کافکاز شمالی شهروند تاجیکستان را با ماده های کودکس جنایی فدراسیون روسیه تیاری دیدن برای اشتراک در فعالیت تروریستی، همکاری نمودن در فعالیت تروریستی عیبدار دانست. در وقت گذشتن نظارت سرحدی در فرودگاه بین المللی شهر راستوف نادونو سنه 1 ایون سال 2017 محی‌دینوف دستگیر کرده شد. ساختار رستم امام‌علی یکی از تشبسکاران ایدی بود پرستی صده خواهد بود که سنه 30 ینور در شهر دوشنبه در باغ مدنیتی و استراحتی دوستی خلق‌ها برگزار می‌گردد. در این خصوص آژانسی اطلاعاتی آسیا پلاس به منبع خود تکیه نموده خبر می‌دهد. جشنواره صده از جانب وزارت فرهنگ، خواجگی خشلاق و ماموریت پایتخت دوشنبه تشکیل کرده می‌شود. اینچنین در برنامه جشنگیری کنسرت با اشتراک آوازخوان‌های مشهور تاجیک در نظر داشته شده است. غیر از این 30 ینور در همه شهر و ناحیه‌های تاجیکستان چاره‌بینی های گوناگون به مناسبت عید صده گذرانیده می شود. در آخر ماه اکتبر سال گذشته از طرف پارلمان تاجیکستان به قانون درباره روزهای عید اضافه ها درآورده شد. من بعد هر سال 30 ینور در کشور عید بت پرستان جشن گرفته می شود. یاد رس میکنیم که صده ایدی بود پرستی دینی زردوشتی میباشد و تا آمدن دین اسلام به منطقه مذکور وسیع پهن گشته است. متخصصان قید میکنند که قصدن سبقت نمودن ایدهای بود پرستی از طرف رژیم رحمان معنای آن را دارد که حکومت میخواهد با واسطه چنین ایدها تأثیر اسلام را از حیات مردم دور بسازد. در شهر اسفره شمال تاجیکستان با قرار حکومت محلی فعالیت 45 مساجد قطع گردید. در این خصوص سنه 24 ینور رئیس شهر اسفره دلشاد رسولزاده در کنفرانس مطبوعاتی خبر داد. مسجدها با بهانه به معیارهای سانیتاری و با وضعیت مسجد موافق نبودن بسته شده است. ولی به تکلیف آن که مسجدهای مذکور را به ابیکت‌های اجتماعی تبدیل دادند، رسول زاده اعتراض بیان نکرد و ابراز نمود که اگر کمیته آید به کارهای دین اجازت دهد آنها را تعمیر نموده به اوبیکت های اجتماعی تبدیل دهند باکی ندارد. اما آنها را تعمیر نموده به حال خود واگذاشتن چی مانعگی میکرد به جواب ماند. باید قید نمود که اهالی شهر اسفره طبق معلومات رسمی 261.5 هزار نفر را تشکیل میکند. همگی در شهر 113 مساجد فعالیت می نماید و از آن 12 مساجد برای ادای نماز جمعه بوده 101 تای آنها محض برای ادای نماز 5 وقته مقرر شده است. یعنی در یک مسجد جامع 21791 نفر راست می آید.